همیشه آماده هستیم. اگر یه مقدار تأخیر تو این کاره به خاطر دافعه ایست که متاسفانه همه در ولی اول دارن در قبال اندیشه جدید یا یک زاویه جدید، چون چیز نمیگیم چیز جدید، چون در واقع هر چی داریم یه بیسی داریم، ما داریم روی اون پایه در واقع کار میکنیم و کشف رمز میکنیم. یعنی چیزی پایه عوض نشده، پایه یکیه، این باعث سوء تفاهم ممکنه در یه جاهایی بشه، لذا دافعه همواره هست. یعنی هیچ کس نمیگه خب بیا ببینیم که حالا شما هم صحبت تو بکن ببینیم که چی میگید. و ما دعوت میکنیم به صورت که اگر قابل بدونن و اگر لازم بدونن که حالا بیان راجع به تجربه جدید، حداقل تجربه جدید در ارائه متون مذهبی یا چارچوبای مذهبی برای نسل جدید که با اصطلاحات و ترمینولوژی نسل قدیم میونه زیادی نداره. ما این تجربه رو پیدا کردیم که با این نسل چجوری باید صحبت کنیم. چته یکی از دلایلی که عرفان کیانی حلقه به کار بردیم به دلیل اینه که بتونیم با این نسل جدید ارتباط جدیدی برقرار کنیم. همون مطالب گذشته است، با یک فرهنگ لغت جدید بتونیم با اونها بحث بکنیم و دافعه‌ای رو که نسل جدید در قبال دین داره اون دافعه رو از بین ببریم. حالا برای ما جای تعجبه که چرا نمیخوانن تجربه ما در این زمینه استفاده بکنن. خب البته شاید داشته باشن، شاید این تجربه رو دارن، به تجربه ما نیاز نیست. برای همین ما نشستیم سر جامون، ما میگیم اگر کسی احساس میکنه تجربه ما به دردش میخوره خب خودش باید بیاد سراغمون بگه خب بیاد ببینیم که حالا شما چی میگید. و اگر نیان ما اینجوری تلقی میکنیم که خب خودشون بلدن دیگه، به ما نیازی نداره.